که نکنید، حرفتون رو بزنید. تولید رو با چه انتظار دارید؟ اجازه بدید، اجازه بدید. 38 سال تو این انقلاب ما برای اینکه مشکل حل کنیم آدم ها رو عوض میکنیم و مقصر رو آدم ها میدونیم. چرا حل نشده؟ خواهش میکنم فقط گوش بدید. نمیخوام ببینید، از نظر علمی برید رفرانس ها رو نگاه کنید، میگن هیچ وقت دنبال مقصر نگردید، برید دنبال مشکل بگردید. ما اگر مشکل رو حل نکنیم 100 تا وزیر بذاری، 100 نفر استعفا بده، باز همین اتفاق. چرا همین فساد و رشوه و ران توی مملکت جمع نشده، توی این دولت ایجاد شده؟ آیا ببینید، خواهش میکنم علمی نگاه کنید. من اصلا نمیخوام کسی رو زیر سوال ببرم. اگر ما مشکل رو حل نکنیم با تهمت زدن، با افترا بستن، با آدم ها رو راحت میگیم حسن رو برداشتیم، آقا مشکل پس چرا این مشکلات حل نشد؟ این همه آدم عوض کردیم، استان رو عوض کردیم، رئیس جمهور رو عوض کردیم، وزیر رو عوض کردیم، همه رو عوض کردیم، مشکل حل نشده. جسارت من بچه نیستم که به این سادگی بخوام عوام فریبانه حرف بزنم و یا اگر یه خوششون بیاد حرف بزنم. مشکل این نیست که اگر وزیر رو استیزا کنی مشکل حل میشه. حالا اگر خواستید میشینم هم کارشناسی، هم علمی، هم بر اساس تمام مستندات بهتون میگم اگر نتونیم این کار رو بکنیم همچنان هست. آدمایی که تبل بر به اصطلاح عدم وابستگی میزنند و میگن ما رو پای خودمون میستیم، با این قطارهایی که ما الان داریم و با اون هواپیماهایی که ما داریم و با این سیستمهایی که ما داریم، هر لحظه ممکن هر اتفاقی بیفته. هر لحظه ما معلومه که الان فرض بکنیم با این ابزار اگر حرکت بکنیم چه اتفاقایی ممکن. حالا اگر ابزار غلط بود، آدم هم اونجا بود، بیاییم آدم ها رو مقصر بدونیم؟ حق با شماست، میتونید این کار بکنید. برم بکنم. ولی بنده معتقدم باید مشکل حل بشود برای همیشه. برای حل مشکل برای همیشه راه حل علمی داره، راه حل احساسی و شعاری نداره. یک. دو، اینکه حقوقای نجومی عوام فریبیه. بنده خیلی جلوتر از اون گفته بودم، همین الان هم گفتم، اون رو تو جلسه به اصطلاح مفاسد اقتصادی هم گفتم. این آقایی رو که الان میخواد اعدام، به اصطلاح حکم اعدام دادن، تنهایی خورده؟ بقیه پاکم بنده الان رئیس مجلسم، یک تانکر نفت برم به من نمیدن، کشتی نفت رو به این آدم دادن، تنهایی دادن خورد، یعنی هیچی نبوده؟ چرا از اونهای دیگه خبری نیست؟ تازه اونجا چقدر خورد؟ 10,000 میلیارد، 12، همه حقوقای نجومی رو جمع کنی 40 میلیارد نمیشه، 10, 12,000 میلیارد. حالا پرونده یه نفره، فقط پرونده یه، تازه اینایی که دستشونه مال یه نفر، معلوم نیست اونایی که هنوز اطلاعاتشو ندارن چقدره. او آدمی رو هم که زدن اون 3000 میلیارد خورده بود، نمیدونم آقای فلان کس، او تنهایی خورده بود. بهتر شعار ندیم، بهتر همدیگر رو محکوم نکنیم، بهتر همدیگر رو بیورزه ندانیم. این مقصر سیستمه که این اتفاقات میفته. حالا اگه فرصت باشه میگم راه حلم، اون چیزی که به عقل ناقص من میرسه چه راه حلیه. اگر این راه رو بریم هیچکی از این غلطا نمیتونه بکنه. حقوق نجومی چیه؟ حقوق نجومی چند میلیونه؟ من 100 بار گفتم قوه قضاییه، مجلس، دولت، همه اون جاهایی که شما میگید فلانن، برید نگاه کنید با بیمارستان های دولت خصوصی قرارداد 10K دارن، 8K دارن. قرارداد 8K یعنی ماهانه برای من درآمد 1 میلیارد 2 میلیارد تومانی. نجومیه، کهکشانی، از نجوم هم گذشته. چرا جلوشو نمیگیرن؟ همون مجلس، همون قوه قضاییه، همون دولت و هر ارگانی که شما ازش اومدین ادعا دارید سالما میبینیم بنده بگم که چی دارن؟ این حرفا چه بزنی؟ علکی 30 میلیون پول گرفته میگم پول گرفته، 30 میلیارد میگیرن. از ریشه باید حل کرد. علکی حالا بگیم آقا ما نجومی ها رو گرفتیم، گرفتی؟ مشکل حل شد؟ بهتر عوام فریبی نکنیم، بهتر خودمون هم گول نزنیم. اگه بخواید خیلی حرفا هست میتونم بگم که تو این جامعه به خاطر ناتوانی ما و ناآگاهی ما
همه حرفایی که توی این روزنامه ها چپ و راستش میزنه داریم در حقیقت روش درخت نشستیم، داریم ابون درخت رو میبریم. اگر این انقلاب بده، اگر اینایی که خوردم منم خوردم، تو هم خوردی، اونم خورده، همه ما مقصریم، همه ما مقصریم، هیچ کی نمیتونه بگه من نیستم. من میام سر کار، میخواد منو خراب بکنه، میگه تو بیورزی، اون میره سر کار، من میخوام اون رو خراب، میگم تو بیورزی. همه بدبختی ها رو میندازیم سر گردن آدم ها. ما بلد نیستیم سیستم بنویسیم، باید سیستم رو درست کنیم.